از برنامه چشم‌انداز سلام می‌کنیم به شما که برای ایران عزیز چشم‌اندازی روشن آرزو دارید. دیروز مجلس رژیم کار به اصطلاح بررسی لایحه بودجه سال 92 رو پس از 3-4 ماه تأخیر تموم کرد و اون رو برای اجرا به دولت داد. ناظران امور رژیم این بودجه رو بدترین و مفتضح‌ترین بودجه در تاریخ بودجه نویسی ایران و سند ورشکستگی اقتصادی رژیم میدونند. چرا؟ بودجه 92 آشفته‌ترین بودجه تاریخ ایران و سند ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی. روزنامه جمهوری. با تصویب مجلس بودجه 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان بسته شد. در جمع از 730 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه آورده بود ما کل بودجه رو این مقدار کاهش دادیم و به 703 هزار میلیارد تومان رسوندیم. بودجه کل در لایحه بودجه دولت 730 هزار میلیارد تومان. بودجه کل مصوب مجلس 703 هزار میلیارد تومان. اون چیزی که دولت آورده بود حدود 67 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اصل از صادرات نفت و گاز بود که میزان نحوه رسیدنی عددم به این شکل بود که در هر روز 1,303,000 بشکه که ضرب 365 روز بشه ضرب داره هر بشکه هم قیمت 95 دلار در نظر بگیریم و هر دلار هم 2450 تومان یه مقدار تغییراتی هم انجام شد که در مجموع از 67 هزار میلیارد تومان ما اینو رسونیم به 70 هزار میلیارد تومان. خبرگزاری آسوشیتد پرس، هفته خرداد 92. بودجه کل سال مالی جاری 290 میلیارد دلار. بودجه سال جاری 36% کمتر از بودجه سال گذشته. این بودجه که دیروز مجلس ارتجاع اون رو 69 روز بعد از شروع سال جاری تصویب کرد، در یک کلام سند ورشکستگی و حتی باید گفت سند فروپاشی اقتصادی رژیم ولایت فقیه بود. نکات خیلی زیادی رو در این باره میشه گفت، اما من فقط به ذکر چند نکته اکتفا میکنم. نکته اول همین تأخیر 3-4 ماه هست در تصویب بودجه، یعنی کشور حداقل 3 ماه یا یک فصل از سال رو بدون طرح و برنامه بودجه و به صورت تنخواهی یعنی پرداختهای علل حساب اداره شده. البته ظاهرا در این رژیم خیلی داشتن طرح و برنامه با نداشتنش فرقی نمی‌کنه. نکته دوم اینه که این بودجه یعنی بودجه 92 نسبت به سال گذشته 36% کاهش نشون میده، یعنی بودجه امسال 290 میلیارد دلاره. و تا اونجایی که من میدونم از تاریخی که بودجه و بودجه نویسی در کشور ما به صورت امروزی رایج شده، این اولین باره که بودجه یک سال نسبت به سال قبلش کاهش نشون میده، اونم با این حد و با این میزان تفاوت. البته ارقام ظاهری بودجه اغلب افزایش نشون میدن، اما این ارقام به ریال و تومانه که ریال و تومان امسال نسبت به سال گذشته 3 برابر ارزشش کمتر شده. بگذاریم که قدرت مطلق بعضی اقلام بودجه مثل بودجه عمرانی هم حتی کاهش داشته و مثلا بودجه عمرانی که عرض کردم سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بوده که امسال به 37 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. نکته سوم درآمد نفت در این بودجه است که اساس مثلا درآمدهای بودجه رو تشکیل میده، که این درآمد بر اساس صادرات روزانه 1,300,000 بشکه و از قرار هر بشکه 95 دلار حساب شده که هر دو رقم خیالی هستند، چون که با وجود تحریم‌های فزاینده بسیار بعیده که رژیم بتونه در این ابعاد نفت بفروشه مثل سال اندازه سال گذشته، و حتی اگر در این مورد هم موفق بشه قادر به وصول پولش به دلیل تحریم بانکی نیست، کما اینکه
ولایتی در یکی از صحبت‌های تبلیغاتی خودش همین یکی دو روز پیش در تلویزیون فاش کرد که 60 میلیارد دلار مابه‌ذای فروش نفت نزد چینی‌ها و هندی‌هاست و رژیم قادر به وصول اون نیست. نکته چهارم درباره بودجه اینه که یکی از تعیین کننده ترین عوامل اقتصادی که مستقیماً در درآمد دولت و در سایر مؤلفه‌های اقتصادی تأثیر داره قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزینه. نرخ بنزین در سال جاری در این بودجه تکلیفش مشخص نشده، اگرچه به طور غیر رسمی قبلا گفته شده بود که قرار قیمت بنزین 47% افزایش پیدا بکنه، اما مشخص نیست که از کی میخواد این امر صورت بگیره و این موضوع در بودجه هم منعکس نشده. و بالاخره نکته آخر اینه که این بودجه نسبت به لایحه‌ای که دولت به مجلس داده به کلی زیر و رو شده و دولت احمدی نژاد میگه که قادر نیست این بودجه آشفته رو اجرا بکنه. هرچند که دولت احمدی نژاد تا 2-3 ماه بیشتر سر کار نیست، اما هر دولتی که سر کار بیاد هم با این بودجه یک چنین مشکلی رو خواهد داشت. به این ترتیب این بودجه پرفضیحت که در اون تنها سهم ارگان‌های سرکوبگر و امنیتی و اطلاعاتی پرداخت شده، نمود دیگری از پایان عمر این دیکتاتوری قرون وسطایی. باز هم به سراغ اظهارات تبلیغاتی کاندیداهای نمایش مسخره انتخابات رژیم بریم که به رغم همه تلاش برای دادن چشمانداز روشن و امیدبخش از رژیم، باز هم مواردی رو ناگزیر لو میدن و به زبون میارن که حاکی از واقعیت دیگه گه. کاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست که مشکل اجتماعی و خانوادگی و معضل فرهنگی و ده ها معضل دیگر به همراه دارد. مشکل بیکاری که باعث شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود. با رونق اقتصادی این کار به راحتی امکان پذیر است. کارخانه های کشور بین 20% تا حد اکثر 40% از ظرفیت فعال است. از 8 آبان 91 تا 8 آذر 91 در مدت 1 ماه 37 بخشنامه و دستورالعمل متفاوت در مسائل اقتصادی صادر شد. باور می کنند که در طول 5 ماه 60 بخشنامه راجع به مسائل ارضی و پولی صادر شد. این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ اما این دولت هم که ملاحظه می‌فرمایید میشه 3500 تومان، یعنی 500 برابر نسبت به ابتدای انقلاب و 5000 برابر نسبت به قبل از مشروطه هرچه پول رفته. نتیجه چی شده؟ شما نمیتونید گندم تولید کنید، نمیتونید برنج تولید بکنید، نمیتونید آهن تولید بکنید، نمیتونید هیچ کاری نمیتونید بکنید. یه موقعی در دولت گفته شد که 11000 سوله خالی در کشور هست، یعنی یه عده اومدن سرمایه گذاری کردن ورشکست شدن رفتن و در حال حاضر هم تولیداتی که سوبسید میگیرن میتونن مقاومت کنن. علت اصلی این که تولید راه نمیفته مال این که تورم 20%، 25%، 36%، 40% اینطوریه. دولت با تورم پول جیب فقرا رو در میره میده به دیگری، بنابراین قدرت خرید مردم فقیر کم میشه. ملاحظه فرمودید که چقدر سرمایه از بین رفته است. 1200 میلیارد دلار ظرف این 33 ساله اومده تو کشور،
امروز دولت محتاج مثلا 100 میلیارد دلار سرمایه رفته. این 30 سال گذشته مجموعه کاری که انجام شده است به توسعه همه جانبه کشور نانجام میده. رژیم ایران از طریق شبکه بانکی عراق مشغول پولشویی از طریق انتقال مبالغ هنگفتی پول به لبنان و دور زدن تحریم هاست. گزارشی از تلویزیون الشرقیه. سازمان شفافیت در عراق اعلام کرد تحقیقات 6 ماه گذشتهش نشان می‌دهد که سهامداران ناشناخته‌ای با کمک شبکه‌ای از بانک‌های ناشناخته عراق که صلاحیت انتقال پول را ندارند اقدام به انتقال پول به لبنان به نفع رژیم ایران می‌کنند. سازمان شفافیت همچنین اعلام کرد مقام‌های رژیم ایران از طریق نمایندگان عراقی و منطقه‌ای یک سرمایه‌گذار ثانوی به نام میم قاف را برای نفوذ در بانک‌های موسل و بابل به کار گرفتند. این فرد بیش از نصف سهام بانک موسل را به دست آورده تا بتواند ریاست شورای بانک را به عهده بگیرد. فرد مذکور همچنین بیش از نصف سهام بانک بابل را خریداری کرده است. علاوه بر آن، زمین‌هایی با مساحت زیاد در بهترین مناطق موسل خریداری کرده است. میمقاف شخصا دارای هیچ ثروتی نبوده که او را قادر سازد تا بانک‌های عراقی را به کنترل خود درآورد. او در سال 2007 هم پروژه شک برانگیزی به مبلغ 200 میلیون دلار با هماهنگی تعدادی از مقام‌های دولت مالکی و سران احزاب و نیروهای شبه نظامی به مرحله اجرا درآورد. وی به عنوان یک پیمانکار در قراردادهای شهرداری شهر هله نیز مشارکت کرده. این فرد پروژه‌های دیگری را در شهرداری بغداد و وزارت جوانان در دست گرفته. سازمان شفافیت اعلام کرد که میم قاف رابطه قوی با مؤسسات و نماینده رژیم ایران در بیروت دارد. وی علاوه بر بغداد در بیروت نیز دفتری برای خود دایر کرده. شبکه بانکی که توسط این فرد تحت کنترل قرار گرفته با بانک ایلاب و بانک تعاون اسلامی در ارتباط است. وتوصلت الرابطة في تقريرها إلى أن جزءا رئيسا من النظام المصرفي الأهلي في العراق مخصص لأعمال غسيل أموال مبوبة إلى إيران من جهة وتغطية أدوار جماعات غير شرعية تنشط في بعض دول الإقليم وبعضها على صلة بما يجري في سوريا ودول المنطقة بشكل عام. این روزها تقریبا همه حکومتی ها توی سر احمدی نژاد میزنن و از سوء مدیریت و کارهای مملکت برباده او میگن. انگار نه انگار که این بادکنک دستاز ولی فقیه رو خود همین ها علم کردند. یک نمونه در روزنامه حکومتی بهار. احمدی نژاد پدیده پایان یافته. ستاره اقبال احمدی نژاد افول کرده است. دیگر کسی به او تشبه نمی جوید سهل است. همه از او فاصله می گیرد. روزگاری در همین نزدیکی احمدی نژاد برند شده بود. دوستانش ذیل نام و عنوان او هویت یابی می کردند و حزب تشکیل می دادند تا از مواهب قدرت نصیبی ببرند. اما امروز در بهار 92 نه تنها از حال نور خبری نیست، بلکه نامزد منتسب به وی نیز ناگزیر است با چراغ خاموش حرکت کند تا از اثرات بدنامی همسویی و همفکری دور بماند. این امر نتیجه چیست؟
در افتادن با کانونهای در ساختار قدرت یا ادعای دفاع از حقوق محرومان. اگر چنین بود که باید وضعیت دیگری رقم می‌خورد و بر روند محبوبیت افزوده می‌شد و تصویری از قهرمانی ملی و مردمی از وی در افکار عمومی شکل می‌بست. اما واقعیت آن سان که به نظر می‌رسد مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. او می‌خواست به نوعی فاصله داشتن با قدرت را به جامعه اعلام کند، روی کردی که در قهر 11 روزه هم تکرار شد. اما چرا این راهبرد افاقه نکرد و شفا نداد؟ ورود او به کاخ ریاست جمهوری با بعضی بداخلاقی‌ها در قبال رقبا توأم بود و در دور دوم نیز ادامه فعالیتش در مقام ریاست جمهوری با پرسش‌ها و ابهام‌های جدی درباره میزان آرا در هم ریخت. انتقادهای بسیاری به وی شد و موج نارضایتی شدیدی برانگیخت. در میدان اقتصاد نیز دستاوردی مؤثر و سازنده به مردم و کشور عرضه نکرد. آمارسازی در زمینه شاخص‌های اساسی میزان سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و تورم و در حالی که مردم عوارض سوء مدیریت و ناکارآمدی دولت را با پوست و خون و البته جیب خود احساس می‌کردند، منجر شد تا اقشار مختلف با او فاصله بگیرند. اینک زود هنگام پدیده پایان یافته است. دیگر کسی برای او تره خورد نمی‌کند. دنیس راس، فرستاده ویژه رؤسای جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، با اشاره به حذف رفسنجانی و قصد خامنه‌ای از روی کار آوردن جلیلی، پیام اون رو در ادامه خط انقباض کنونی میدونه و میگه خامنه‌ای اشتباه محاسبه داره که فکر میکنه که در صورت بسته شدن راه تعامل، رئیس جمهور آمریکا از زور استفاده نمیکنه. اشتباه محاسبه خامنه‌ای. Obviously, factional politics have been part and parcel of the Islamic Republic since its inception. دنیسراس میگوید جای تعجب ندارد که شورای نگهبان به دستور خامنه‌ای رفسنجانی را حذف کرده است. رفسنجانی کسی است که در جانشینی خامنه‌ای پس از مرگ خمینی نقش داشت. بنابراین کسی رد صلاحیت شده و از حق رئیس جمهور شدن منع شده که از ارکان این نظام است. روشن است که خامنه‌ای نمی‌خواست او در این رقابت باشد. خامنه‌ای رئیس جمهوری را می‌خواهد که او را به چالش نکشد. اینکه خامنه‌ای رفسنجانی را کنار گذاشت نشان می‌دهد که او خواهان تعاملی با آمریکا نیست. خامنه‌ای می‌خواهد جلیلی را بیاورد. من نام جلیلی را می‌برم زیرا به نظر می‌رسد نتیجه این انتخابات از قبل تعیین شده است. انتخاب کسی مانند جلیلی که هیچ سابقه ای در اداره و مدیریت کشور ندارد نشان می‌دهد که خامنه‌ای نمی‌خواهد در هیچ سطحی برای رفع مشکلات عمل کند. او می‌خواهد همه چیز در وضعیت فعلی باقی بماند. دنیسراس افسود: به نظر من حذف رفسنجانی تجلی خاص خامنه‌ای است و اگر جلیلی رئیس جمهور جدید شود که به نظر می‌رسد نتیجه همین خواهد بود، پیام خامنه‌ای بسیار روشن است. به نظر من شاید خامنه‌ای در محاسبه خود اشتباه کرده است. او فکر می‌کند رئیس جمهور آمریکا در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران و در صورت شکست دیپلماسی از زور استفاده نخواهد کرد. اما ما داریم به این مرحله نزدیکتر می‌شویم. من معتقدم دولت اوباما فرصت خروج دیپلماتیک از این شرایط را به رژیم ایران داده است. اگر رژیم از این فرصت استفاده نکند، متحمل عواقب آن خواهد شد. برای اجتناب از استفاده از نیروی نظامی، باید برای سران رژیم ایران روشن کرد که صبر آمریکا در حال از دست رفتن است. همانقدر که برای موفقیت دیپلماتیک تلاش می‌کنیم، برای روز پس از شکست آن نیز باید آماده باشیم. و
دوستان عزیز، با سپاس از اینکه بیننده برنامه ما بودید و ما رو تا پایان همراهی کردید، با شما خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید.